درود، فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی. از 28 شهریور سهیل رو انتقال دادن از زندان تهران بزرگ و من نمیدونستم این بچه کجاست. بردن رفتم پیش آقای وزیری و از ایشون سوال کردم، گفتم بردنش زندان رجای شهر. به اونجا مراجعه کردم، گفتن تو سویته و حق ملاقات نداره و تا زمانی که نره تو بر نمیتونه نه تلفن بزنه نه ملاقاتی داشته باشیم. این هفته یک شنبه باز من رفتم پیش آقای وزیری و گفتم که خب الان 3 هفته است که از این بچه من هیچ خبری ندارم. دیگه خیلی نگران شدم. اگه برای کرونا باشه که خب باید 14 روز باشه. پس چرا این بچه الان 3 هفته گذشت و هنوز خبری ازش نداریم؟ گفتم به من ارتباطی نداره. آقای حیاتون به دستور شده من دستور ندادم. حتی از ایشون خواهش کردم، گفتم اگه میشه لااقل به من یه اجازه‌ای بدن که من بتونم لباسی چیزی برای این بچه ببرم. ولی متاسفانه گفتن در ایت اختیار من نیست، باید بری زندان دستورشو بده. و من موندم که چیکار کنم. میخوام که صدای بچه من باشین و لااقل با این رسانه کردنش شاید بشه این بچه رو یه جوری بالاخره خبری ازش بگیریم. خیلی ممنونم از توجهتون. سلام، شیوا امینی، بازیکن سابق ملی و لیگ برتر فوتسال و فوتبال ایران هستم. با توجه به اینکه این روزها جمهوری اسلامی شرایط کاملا ناامن و ناسالمی رو برای ورزشکاران توی ایران به وجود آورده و جای تمام ورزشکاران یا در تبعید اجباری در خارج از کشور یا در زندانهای سیاسی و یا همچون نوید افکاری در بالای دار هست و حتی برای ورزش دوستان هم در ایران شرایط رو فراهم کرده که یا دست به خودکشی و خودسوزی بزنن همچون سحر خدایاری برای ابتدایی ترین حق و حقوق یک انسان و یک زن در ایران، و با توجه به این که حرف کسی برای اونها هیچ اهمیتی نداره، من به عنوان یک دختر ورزشکار ایرانی از تمام فدراسیون‌های ورزشی و تمام جامعه بین‌المللی و ورزشی خواستار تحریم جمهوری اسلامی در تمام میادین ورزشی هستم. وقتتون بخیر. من امیر کمالی، دونده سابق تیم ملی ایران و عضو تیم ملی بریتانیا دو و میدانی کمبینایان، به دلیل حضور سیاسیون در ورزش و همچنین دفاع نکردن از جان یک ورزشکار به نام نوید افکاری، خواستار تعلیق و تحریم ورزش ایران هستم. تا وقتی که سیاسیون در ورزش باشند، ورزش ما روز خوش نخواهد دید و پیشرفتی نخواهد کرد. ممنون از شما. مشکل داریم. مشکل ما اینه که لبنان، فلسطین، غزه، سوریه، یمن، هزار تا کشور برای ما مهمند. الان دارم زیر چرخه های اقتصاد له میشم. فقط یه جمعه نقشه من حباب دلار، حباب از حباب طلا نمیخوره. بچه من شیر خوش میخواد 26,000 تومان. چی میده؟ پاسخگو، پاسخگو، رئیس دانشگاه، پاسخگو، پاسخگو، رئیس دانشگاه، پاسخگو، پاسخگو، رئیس دانشگاه، پاسخگو، پاسخگو، پاداش بازنشسته، پرداخت باید کرد، رئیس دانشگاه، پرداخت باید کرد، پاداش بازنشسته، پرداخت باید کرد، حق رو از ما کشیدید، حق مونا نمیدید، کار رو از ما کشیدید، حق رو مونا نمیدید، کارو از ما کشیدید، حق ما را نمیدید، کارو از ما کشیدید، حق ما را نمیدید، کارو توجه جهانیان را به افتخار تأکید نوید جلب می‌کنیم که چند روز بعد از دفنش اعلام کرد که برای 33 نفر از بازداشتگان سال 98 درخواست حکم اعدام کردند. آزادی‌خواهان جهان کیوه رژیم نسبت به زندانیان سیاسی عقیدتی را دست کم نگیرید. ما بسیار نگران جان زندانیان سیاسی و بازداشته ها هستیم. بیاییم همه با هم با صدای این اسیران در بر
در مقابل تجبیر تشکیم خونخواهده نیستیم. نه به اعلام سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، رو چیدن، پتوها رو چیدن از اول، ولی یه دونه دستتو دارم. یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا، از اول بگو. خراب کردن دیگه، الان خراب کردن. خودم منظورم اونجا بود، خود مأمور شهرداری اومد اونجا آتیش زد. هر کاری کردن نشد، حریفشون نشدم. اینا فقط یه دونه پتو چند از لباس دارن که اینم که اومدن اصلا با یه وضعیتی آتیش زدن. یعنی لباسی واسم نمونده بود که چی؟ لباس عوض کنن چیزی بگم؟ اندازه سر سوزنم هیچ چی نمونده بود همینجا. دوید اومد سمت آتیش که خودشو بندازه تو آتیش که لباساشو نجات بده. تمام دار و نداره اینا همین چهار دست لباس و وسیله ای که اینا دارن. برن دیگه، یا میان آتیش میزنن یا میبرن. شغلمون زایاتی در دوزی زایات جمع میکنم. الان من قبلا پیمانکار بودم، گفتنش درست نیست، ولی الان زایات جمع میکنیم، کارتون و پلاستیک و این چیزا. نزدیکه بهت بگم یه دون چهارچرخ پر زایات جمع کردم. نگو اینا میخوان یه بشورن، هیچ کیو نداره. داشتم زایاتمو میبردم بفروشم، برگشت گفت یه دقیقه بیا بیا بیا. گفتم چی؟ گفت نه تسویلیت میکنیم الان. زایات من انداخته اون ور، منو برد دستشویو بشور، حیاتو بشور، بدم جدی اومدم اینم زایاتم هم نیست. خب خدا رو خوش میاد، حرفم میزنی با لغت میزنی. یکی هست خیلی به همه اذیت میکنه، نه که به من، آزارش به همه میرسه. جوری زده الان تو دندم به مرگ مادرم، الان نمیتونم نفس بکشم، پولم ندارم برم این چسبا بگیرم. بنازم همچین جایی وجود نداره. اینجا دو تا کانکس که شهرداری درشو بسته، این دو تا کانکس رو گذاشته و یه فیلم برداری اولش کردن برای افتتاحی و درشو از اون موقع بستن و رفتن. یاد میلیارد قرض کنم وقتی یه دونه پتوشو نمیذاری استفاده کنیم، یه دونه لیوان یه بار مصرفشو نمیدی، به من چه وایده داره؟ بذاره التماس میگه تو رو خدا بذار من بیام. چاله هم نمیذاشتم بره. اون میگه اینجا ساقه منه دیگه، میخوای بیای مثلا باید من جنس بیدی بیاید. سرد بودنش کشی سرده، ولی خوب دیگه میگذره. چاره چیه؟ چاره یه هست؟ مشکل اصلی ما نهار نیست، مشکل اصلی ما جای خواب، مشکل اصلی ما کار، مشکل اصلی ما بالاخره دونه غذا رستوران هم بگی بهت میده دیگه. کاش مشکل همون غذا بود، به خدا دارم مثلا با یه بربری هم سیر میشد. مشکل اصلی چیز دیگه است.